مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. جلسه 26 چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی. 81 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه قبل درباره دو وضعیت بسیار عمده‌ای که باید از اون وضعیت‌ها به درگاه خداوند متعال توبه بکنیم رو بهش اشاره کردیم، بر اساس متنی که مقابل ماست، متن شریف دعای بلند مناجات شعبانیه. این دو وضعیت مورد توبه، یکی جوانی هستند که در مستی در دوری خدا طی میشه، دیگری عمری که در غفلت و بیخبری سپری میشه، منتها نه به صورت عادی. گفتیم امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی که از عمر در غفلت سپری شده شکوه میکنند در خانه خداوند متعال، تعبیر رو فارسی شو اگه بخوایم بگیم اینجوری میشه که من خیلی با حرص و ولع دنبال این بودم که عمرمو در دوری از تو سپری بکنم، من خیلی مصر بودم برای اینکه عمرم رو به غفلت بگذرونم، این اصرار من و آزمندی من برای اینکه عمرم رو اینجوری بگذرونم، این رو الان به درگاه تو به عنوان شکایت آورده ام. خب یه یکی دو سه تا توضیح رو اینجا خوبه که با همدیگه صحبت بکنیم. یکی این که اساساً شکایت کردن پیش خداوند متعال یکی از موضوعات مناجات با خداست. آدم گله میکنه، گله میکنه و شکایت میکنه از وضعیت بد گذشته، از وضعیت بد کنونی و از وضعیت بدی که بخواد در آینده براش پیش بیاد. گله کردن پیش خداوند متعال و شکایت کردن و پناه بردن پیش خداوند متعال یه کار بسیار قشنگیه. دوباره مثال همیشگی ما، مثل بچه‌ای که به دامن پدر و مادر خودش پناه میبره و از دیگران گله میکنه. اگر کسی برای دشمنان خودش، مشکلات خودش پیش کسی شکایت نکنه، پیش کسی اندوه خودش رو عرضه نکنه، پیش کسی وضع بد خودش رو بیان نکنه، یقیناً دچار مشکلات روحی فراوانی خواهد شد. ماها هممون مشکلات سنگینی تو زندگیمون داریم. اگر با این مشکلات خو کردیم به حدی که دیگه شکایت پیش کسی نیاز نبود ببریم، این یه وضعیت بده. آقا شما پیش کی شکایت تو میبری؟ طرف میگه من شکایتی ندارم. خب پس حال شما خوب نیست، چرا شکایت نداری؟ گفت بشنو از نی چون شکایت میکند، از جدائی ها حکایت میکند، که از نیستان چون مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. مولانا داره خودش رو به نی تشبیه میکنه، میگه من همون موجود شاکی هستم. انسان در این دنیا شکایت داره، شاکیه.
اگر کسی شکایت نداشت، یعنی به وضع کم خودش خو کرده، این آدم حالش خوب نیست، این خودش رو باید به دکتر نشون بده و بره دنبال معالجه روح خودش باشه. حالا بعضی ها هستن که شکایت دارن ولی وقت نمی کنن این شکایت های خودشون رو مرور بکنن، وقت نمی کنن شکایت های خودشون رو درک بکنن، وقت نمی کنن حتی شکایت های خودشون رو بر صفحه کاغذی درج بکنن. اینجور آدم ها هم آدم های ناراحتی هستن، اینا خیلی بد زندگی می کنن. شما که شکایت داری، خو نکردی با بدی ها، شما چرا نمیری شکایت های خودت رو مرور بکنی؟ شکایت های خودت رو یک بار فهرستشو در بیاری. فکر میکنی اگر نشینی فکر بکنی و شکایت های خودت رو فهرست بکنی شکایتات حل میشن؟ این دنیا یک کمی به ماها یاد میده که غافل بشیم، این دنیا به ما یاد میده که بیخیالی طی بکنیم. این همه ابزاری که توی مثلا روایات ما، توی دین ما، تو احکام ما به عنوان ابزار غفلت حرام شمرده میشن، اینا همه بعضیاش هم مثلا حلالن، اونجوری حرام نیستن، ولی بالاخره ابزار غفلتن. وقتی این ابزار غفلت رو ما به کار میگیریم، سعی میکنیم خودمون رو غافل کنیم از خودمون. ما اگر غافل باشیم از شکایت هایی که داریم از زمانه یا از هر چی که من فهرست شکایت ها رو بهش خواهم رسید، شکایت هامون برطرف میشه؟ شکایت های ما دیگه اثر بد رو ما نمیذاره؟ ناخودآگاه رو ما اثر بد میگذاره، ناخودآگاه انرژی ما رو میسوزونه، ناخودآگاه حیات رو از آدم میگیره. چون شما الان دارید نفس میکشید ولی وقتی میرید ورزش میکنید میگید نه، مثل که سرزنده تر شدم. آدم که ورزش نمیکنه اصلا متوجه نیست که سرزنده نیست، مگر اینکه مریضی سنگینی دچار بشه. خب پس ما اولا باید شاکی باشیم، ثانیاً باید شکایت های خودمون رو بشناسیم از چه چیزهایی هست، ثالثاً این شکایت ها رو باید کسی رو داشته باشیم باش مطرح بکنیم. آقا آدم یک کسی رو نداشته باشه که شکایت هاشو باش مطرح بکنه، خیلی روان پریش میشه، اینم یه نوع دوباره بیماری و افسردگی دیگه برای انسان به ارمغان خواهد آورد. و یه عبد وقتی میخواد با مولای خودش ارتباط قشنگ برقرار کنه، یکی از کارهایی که باید بکنه میشه شکایت بکنه. کوچولو میکنه عبد رو پیش خدا، کبریایی عبد رو میگیره و کبریایی خدا رو تو دل او قرار خواهد داد. سر رو دوش مولای خودش بگذاره، رو زانوی مولای خودش بگذاره و بگه که من بالاخره اینا اذیتم کردن، من ازشون شکایت میکنم. خب این ستا رو شما در نظر داشته باشید، یک شاکی باشیم، دو بدونیم شکایت از چی داریم، شکایت همونو بشناسیم. هر روز صبح من به شما پیشنهاد میکنم، هر روز غروب بعد از نمازا شکایت های خودتونو بشمولید. اگر شما کسی نیستید که بتونید از دیوار راست برید بالا، مثلا نشستی الان، چقدر شادی، اونقدر شاد نیستی که بزنی این سقف و بکنی بری آسمون؟ نه حاج آقا، اونقدر که شاد نیستیم. خب از چی شاکی هستی؟ وقتی شما خیلی زیاد انرژی نداشتی، نه حالت عادی انسان ها که از بس همه آدم ها مثل همدیگه یه نوع دل مردگی دارن، هیچ که متوجه نمیشه دل مرده است. وقتی شما نهایت انرژی و سعادت رو نداشتی، ببین از یه چیزی شاکی هستی، بگرد شکایت خودتو پیدا بکن. من از این شاکیم، از این شاکیم، از این شاکیم. و آدم تا شکایتاشو جایی بیان نکنه آروم نمیگیره. آدم شکایتشو کجا بیان کنه؟ یه جایی آدم شکایتشو بیان کنه که عزیز بشه، یه جایی شکایت بکنه که عزیز باشه.
باید یه جایی آدم بره شکایت بکنه که پیش اون آقا عزیز باشه. خدای من، آقای من، کسی میره پیش خدا شکایت میکنه که بدونه خدا تعویضش میگیره. بگو پیش من بگو. و بعد شما باید خبر داشته باشید که اگر شکایت پیش این آقا بکنید، پیش آقا و مولا و سید و خودتون شکایت بکنید، آیا عزیزترم میشی؟ من به شما خبر میدم، شما خودتون بهتر از من خبر دارید، هر کی از هر چیزی پیش خدا شکایت بکنه عزیزتر میشه. اصلا یکی از راه‌های درک محبت خدا این استش که پیش شکایت کنی. یکی از راه‌هایی که موجب میشه آدم قدرت خدا و عظمت خدا رو درک کنه اینه که آدم بره کوچولو بشه مثل این بچه‌ها که پیش مامانشون میان شکایت میکنن، تو کوچه دعواشون میشه میرن پیش باباشون شکایت میکنن، بره پیش مولای خودش شروع بکنه به گله کردن. یکی این که شکایت داشته باشید، گله داشته باشید، با صلح مطلق نباشید با همه چی. حالا بعد میگیم از چه چیزایی شکایت داشته باشید. دوم این که بابا تو که شاکی هستی کم و بیش شکایتهای خودتو بشناس. و سوم این که شکایتاتو با خداوند متعال مطرح بکن. تازه من برای این بند سوم قبلا یه مطالبی رو عرض کردم و اونم این که سعی کنید پیش کسی شکایت نکنید. ما البته از عادات رایجمون هست، ولی سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم، حرام نیست دا. اون تو در یه روایت دیدم که خدا همچه زیاد خوشش نمیاد. یه شکایت‌های خودتون را از سختی‌های زمانه پیش خودتون نگرد، نگید به کسی، البته حتما به خدا بگید. در یه روایتی هست که بنده خدا میشینه پیش یه کس دیگه گله میکنه، بله اینجوری شده اونجوری شده، مثلا خونمون خراب شده و اینا، گله میکنه. خداوند متعال میفرماید ملائکه من ببینید داره چی کار میکنه، دوست داره منم برم ای باشو پیش دیگران بگم. این روایت همینقدره. من میخوام به خدا بگم که خدایا مگه ایشون عیبای شما رو رفت پیش کسی گفت که شما میخوای تلافی کنی بری عیبای اینو به دیگران بگی؟ اگر اینو به خدا بگم، خداوند متعال میدونید چی جواب میده؟ میفرماد بالاخره این عیبای منو نگفت، ولی مشکلات خودش رو گفت. اینکه بی صاحب نیست، من خدا بالا سرشم دیگه. یه جورایی خواسته به بقیه بگه که ارباب ما رو تعویل نگرفت، این اذیت‌ها به ما رسیده فعلا. شکایت‌هامون رو پیش کس دیگه هم حتی المقدور نبریم تا شکایت بردنمون پیش خدا تقویت بشه. تا اینجا این شکایت‌ها رو داشته باشید. حالا از چی شکایت بکنیم؟ از چی شکایت بکنیم؟ عرض کردم بعضی‌ها شکایت‌های خودشون رو مرور نمی‌کنن، قدبازی در میارن، فکر میکنن که خودشون میتونن همه مشکلات خودشون رو حل بکنن. فدات بشن، تو مشکلات خودتو همشون نمیتونی حل کنی. برای اینکه خیالتم راحت باشه بهت بگم، خدای همیشه مشکلاتی برای تو ایجاد نمیکنه که بتونی حلش کنی. همیشه چند تا مشکل برات ایجاد میکنه که نتونی حلش کنی. شما حداقل یکی از مشکلاتی که هیچ وقت نمیتونید حل بکنید گذر زمانه، عمرتون داره مدام کم میشه. میتونی حلش کنی؟ نمیتونی حل کنی. اینقدر نگو که نه من برمیدارم خودم مشکلات خودم رو حل میکنم. یه حرفایی میزنن بعضی وقتا برای تقویت روحیه و استقلال آدم ها که به لطیفه بیشتر شبیه، که البته آدم های ساده لوح فقط میتونن اون حرفا رو بپذیرن، که آدم بیاد برای تقویت روحیه خودش هیچ وقت شاکی نباشه. نه چرا، من دارم واقعیت ها رو میبینم. خب شکایت از چی باید داشته باشیم؟ از چی باید داشته باشیم؟ یکی شکایت باید داشته باشیم از طبیعت دنیایی که درش قرار داریم. این طبیعت با شما ناسازگاره. شما حق دارید شکایت داشته باشید چون جاتون اینجا نیست. آقا ما بالاخره این آب خنکه. بله خنکه، نوشیدنی داره، شکرش هم به جا میاریم، ولی شاکی هستیم. ما چشمه آب حوض کوثر باید بنوشیم؟ ما که برای این چیزا آفریده نشدیم. نباید خو کنی به این وضعیت. از شکایت از طبیعت دنیا شروع بکن. آقا دنیا شما رو پیر نمی کنه؟ بله.
مایلی پیرت بکنه از بینت ببره؟ خب بگو نه خیر دیگه، تو اینجوری هستی نباید مایل باشی، تو میل به جاودانگی داری. انی لا احب الافلین حضرت ابراهیم تو قرآن فرمود. شکایت از طبیعت دنیا باید داشته باشی. حالا البته گوشه هایی از طبیعت دنیا قشنگتر مورد شکایت انسان میتونن قرار بگیرن. شاید مهمترین محوری که مورد شکایت انسان بتونه قرار بگیره از دست دادن فرصت هاست. فرصت هایی که انسان از دست میده و دیگر هم به انسان باز نمیگرده. یه مثال عجیب بزنم. امام سجاد علیه السلام میفرماید که بعضیا پولشون رو از دست میدن، حتی رقمشون رو هم در روایت مثل که فرمودن مثلا 100 دینار از دست میدن. حالا شما 100 هزار تومان، 1 میلیون تومان، تأسف میخورن، ناراحت میشن. اما غروب که میشه یه روزش رو از دست داده، 24 ساعت از عمرش گذشت، اون پوله بر میگرده، این عمره دیگه بر نمیگرده. من امام سجاد تعجب میکنم آدم ها غروبا چرا شاکی نمیشن از اینکه این روز گذشت و دیگر باز نخواهد گشت. این طبیعت دنیاست، ما باید از این طبیعت شاکی بشیم. چرا این فرصت؟ بله خب گرفته میشه. آقا این شکایت ها که فایده نداره. چرا؟ اگه شما شکایت رو بدونی کجا ببری و بدونی که اون کسی که این شکایت رو از تو میشنوه گاهی برای تو جبران خواهد کرد این روز از دست رفته رو، گاهی این فرصت از دست رفته رو برای جبران خواهد کرد، گاهی 1 میلیارد سال جاش میگذاره بهت میده. چجوری رو خدا بلده شما دغدغه‌شو نداشته باش. شکایت از چی داشته باشیم؟ 1. طبیعت بد دنیا. مثلا این طبیعت بد دنیا میتونه برای انسان عوارضی رو هم به دنبال بیاره، مثل مریضی هایی که بالاخره انسان دچارش میشه. نباید آدم شاکی بشه از مریضی، بره بگه خدایا مریض شدیم، ناراحتیم، چرا اینجوری شد، ما رو سالممون کن. این نگاه عوامانه است. شما بگو خدا من چرا اصلا این دنیام، این دنیا مریضی هم داره دیگه، اینا دیگه هم یکیش قشنگ زیرا به دنیا رو بزن، بزرگ باش. بله تو دنیا هم مریضی داره هم عروسی داره. شما عوام زدگی است که بیایی فقط مریضی شکایت بکنیم، یکی جونم به شبای عروسی که میریم دعوت میشیم و فلان اینا خیلی خشه، ولی خب ایناش خیلی خرابه. نه اصلا دنیا همینه دیگه، دنیا اونجایی که به شما صدمه میزنه یا اونجایی که به شما صدمه نزده یه جور قشنگی که شکرت به جای خودش باشه شکایت تو داشته باش. یکی از آثار طبیعی این دنیا این استش که ما با خدا قشنگ نمیتونیم مناجات بکنیم تو این دنیا، ما با خدا قشنگ ارتباط نداریم. بالاخره دنیا دنیاست، چرا خدا فقط باید با پیامبرها حرف بزنه تو این دنیا، با ما حرف نزنه؟ آه این دیگه بدیه دنیاست دیگه. چقدر خوب بود ما مستقیم میتونستیم جواب بگیریم. میدونید تو بهشت خدا مستقیم به بندش سلام میده، سلام از خدای ابدی به بنده ابدی خودم. خیلی اوضاع اونجا اوضاع عجیب غریبیه و ما یه مقدار تفکر بکنیم از دنیا شاکی میشیم. موضوع اول شکایت، موضوع دوم شکایت. حالا دنیا که وضعش خراب از هیچی، ما حوادث تلخی رو هم در این دنیا شاهد هستیم که این حوادث برامون قابل تحمل نیستن. اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، این شکایت ها رو هم حق داریم بکنیم. خدای ما چرا نباید زمان پیامبر به دنیا اومده باشیم؟ البته زمانه ما، من به شما بگم، ما بهتر از زمانه پیامبره، مردمان زمانه ما بهتر از مردمان زمان پیامبرن. به این وجهش ما کاری نداریم، به اون وجهش کاری داریم که ما پیغمبر رو نمیبینیم. آقا شما حق دارید، هر کمبودی تو زندگیتون بود از کمبودهای معنوی که از سر حادثه این کمبودها برای شما اتفاق افتاده، این کمبودها رو برید شکایت بکنید. نهج البلاغه خوندی خوشت اومده، خدایا من شاکیم، چرا آقا رو من چرا ندیدم؟ زمان و عمرم با از دری فرق میکنه. بابا به قرآن اینا ثمر داره ها، یک رونق معنوی به زندگی انسان خواهد بخشید. گاهی از اوقات هم شما فکر میکنید تو این حرفای من از یه روحیه
کودکانه خیلی قشنگ دارم صحبت میکنم و شما رو توصیه میکنم به حفظ یه روحیه کودکانه خیلی قشنگ که گاهی باید یه گوشه هایش هم تخیلی باشه. خیلی این روحیه لطیفه، اینو تا نهایت عمرش تو اوج پیرمردی آدم باید حفظ بکنه. تو ادعیه اینجور شکایت ها رو میبینید. شکایت دارم. از چی شکایت دارم؟ از اینکه کسی نبود از زینب رو تو مسیر کوفه و شام کمک بکنه. بابا شما کی از شما برو چی کار داریم این کارا؟ این روحش انقدر بزرگ شده دیگه برای حوادث تلخ عالم، حوادث تلخی که از نظر ارزشی تلخیش تثبیت شده است، داره شاکی از دست اینا، گریه میکنه، ناراحته. اینم موضوع دوم شکایت. حالا حاج آقا به خودمون برسیم. چشم، موضوع سوم شکایت بدی خودمونه که الان شکایت میکنه امیرالمومنین علی علیه السلام از بدی خودش. این نکته ظریف رو دقت بفرمایید. آیا من میتونم از خودم شکایت بکنم؟ بله. شما همیشه با خودت فرق میکنی عزیز من، هیچ وقت قاطی نکن. ببین گوشه دلت خوبی ها رو میخواد، برو وایسا تو اون گوشه قشنگ، از اون یکی گوشه‌ای که تو رو به بدی وادار میکنه وایسا شکایت بکن، خدا داد تو از او بگیره. ائمه خدا میرن در خونه خدا میگن ای خدا تو هیچ وقت نمیتونی تحمل کنی یه مظلومی ناله بزنه نالش رو اعتنا نکنی، نمیتونی. من مظلومم دارم ناله میزنم، منو نجاتم بده. کی به من ظلم کرده؟ ظلم تو نفسی، خودم به خودم ظلم کردم. بیا داد من خوب رو از من بد بستان، خدا میاد بدیهای تو رو میگیره میندازه دور. آه خوب آدم خودش رو دوتا ببینه. بعضی وقتا انقدر مزه میده آدم همه گناه های دوتا، وقتی خودش رو دوتا دید یه خود خوب میبینه تو خودش، یه خود بد. یعنی بیا حساب ذات خودت رو از بعضی از اوقات که غفلتی تو رو فرا گرفته جدا بکن و اون وضعیت بد خودت رو چیکار کن؟ ازشون شکایت کن پیش خداوند متعال. این خیلی قشنگه. موضوع چندم برای شکایت، موضوع سوم، از بدیهای خودت. نمیدونم این حس رو دوستان یک کمی بهش توجه میتونن بکنن یا نه. برید اگر ماها میرفتیم این کارو میکردیم در خونه خدا، از خیلی از گناهان نجات پیدا میکردیم. بریم در خونه خدا بگیم خدا این چه وضعی؟ آخه تو چرا من نجات نمیدی؟ از دست کی نجات بدم؟ از دست خودم نجات بده. این نفسی که همیشه هوس در من ایجاد میکنه و منو وادار میکنه بگو آخه این چه وضعیه؟ بابا دلت بشکنه برو ناله بزن. یک، خیلی روحیه میگیری. بابا خیلی آدم حسابی هستی. ما فکر میکنیم تو آدم ناحسابی هستی. نه، اون نفس من آدم ناحسابیه. من خیلی خودم خوبم، من تو رو دوست دارم، من با تو حرف میزنم، من موحدم، من سجده میکنم، من علاقه به تو دارم. هر گناهکاری خدا شاهده. معتادا دیگه بدترین گناهکارا هستن. مثلا به روی حساب برن چیکار کنن که اسیر گناه شدن؟ برن از دست اعتیادشون شکایت بکنن. خدایا این نفس من نمیذاره، منو نجات بده. خدا نجاتشون خواهد داد. این قدرت رو خواهند دید. لحظه هایی که تو لحظه های قشنگت هست و خوبی خودتو میبینی، علاقه های خوب خودتو میبینی، همونجا وایسا، همونجا شروع کن به خدا، با خدا مناجات کردن و بگو خدایا من الان اون بنده خوب تو هستم. از اون بندهی که اون همه بدیها و هوسها رو سر من ریخت پیش تو شکایت میکنم، منو از دستش نجات بده. وقتایی که شما خوب هستید وقتای زیادی، اون وقتا رو ازش استفاده بکنید. یک اتفاق قشنگ و نورانی خواهد افتاد. شکایت از خود. حالا این شکایت از خود وقتایی که در گذشته بوده، در حال، در آینده. یه خاطره ای رو من یه بار از یه شهیدی خدمت شما عرض کردم. رفته بودم برای یه جایی سخنرانی کنم، اینا بیان جبهه. تو مسیر رفتن جفتشون هم آدم های خیلی با نشاطی بودن، خیلی شوخ و شنگل و سرحال، مدام شوخی میکردن. مسیر برگشتنی شاکی بودن، یعنی ناراحت بودن.
بهشون گفتم چی شده تو اونجا باهاتون برخورد بدی کردن؟ گفتن نه حاجی، ما شما رو بردیم برای اونا صحبت کنی که بیان جبهه، ما خودمون نمیریم جبهه، ما شاکی هستیم که خودمون نمیریم، از دست خودمون شاکیم. گفتم که خب بریم. من تو مرخصی بودم، قبل از عملیات کربلای 4 و 5 بود. گفتم خب بریم تو همین گردان. اونا هم میشناختن گردانو، رفقاشون تو این گردانی که بنده بودم بودن. گفتن که حاجی ما از مرگ میترسیم. گفتم خب نترسید حاجات، مردنه دیگه، میترسیم دیگه. ببین بدش میاد از خودش که از مرگ میترسه، این آغاز راه نجاته. بعضیا میشینن من از مرگ بدم میاد دیگه، من اینجوری هم. آقا ببین این خودشو قاطی کرده با وضعیت بد. قدم اول این استش که لحظاتی اون روح قشنگ خودتو ببینی، لحظاتی روح لطیف خودتو ببینی. در اون لحظاتی که روح لطیف خودتو میبینی، از اون وقتهایی که در این روح اتفاقهای بد میفته شاکی بشی. حالا یه سوال بکنم شما جواب بدین، خاطره رو ادامه میدم. ماها اصلا آدمای خوبی هستیم یا اصلا آدمای بدی هستیم؟ اصلا آدمای خوبی هستیم بعضی وقتا بد میشیم، یا اصلا آدمای بدی هستیم بعضی وقتا خوب میشیم؟ یا اصلا هم خوبیم هم بد، یا اصلا نه خوبیم نه بد؟ تست علامت بزنید، بفرمایید. اصلا آدمای خوبی هستیم، اصلا آدمای بدی هستیم، اصلا آدمای هم بدی هستیم هم خوبی هستیم، اصلا آدمای نه بدی هستیم نه خوبی هستیم؟ چهار گزینه ای؟ اینجوری من نمیفهمم. ماها اصلا آدمای خوبی هستیم. گزینه یک، اکثرتون هم گفتید یک، درسته؟ ما اصلا آدمای خوبی هستیم. حضرت امام فرمود صدام اگه بهش بلش کنی این کشور رو میگیره، اون یکی کشورم میگیره، اون یکی کشورم میگیره. بی نهایت طلبه، چون آدمه، چون آدم خوبیه، منتها خوبی خودشو داره در تجاوز به حقوق انسانها عمل میکنه. ما طلبه های اصطلاحی داریم، لو خلیه و طبعه، اگه یک کسی خودش باشه و خودش، اصل همه ما خوبه. لذا تو وقتی یه لحظه نورانی قشنگ برات پیش میاد الان خودتی، وقتای دیگه که هوس گناه میکنی خودت نیستی. به این دلیل تو میتونی شکایت بکنی، بگی خدا من شاکیم. بله خدا میگه باریکلا، تو الان هم تو اصلت اینه. ماها اصلمون اون لحظه ایه که قشنگیم، اون لحظه ای که مهربونیم، اون لحظه ای که منصفیم، اون لحظه ای که زیبایی ها رو میخوایم، اون لحظه ای که تراوت ها رو میخوایم، اون لحظه ای که خوبی ها رو دوست داریم. ما اصلمون اون موقع است. خدا هم حرف ما رو گوش میده، حرف هوس ما رو که گوش نمیده که. برید از پدر مادرها بپرسید، بچه ها رو میشناسن. بچه از مدرسه برمیگرده بعضی وقتا یه حرفی داره میزنه حرف خودش نیست. من مامان من این عروسک رو میخوام، من این ماشین رو میخوام. نگاش میکنی میبینی این بچه این حرف مال خودش نیست، تحت شرایطی تحمیل شده این جمع چیزی رو بخواد. مثلا اطرافیانش بهش تلقین کردن یا تحریکش کردن یا هر چیز دیگری. ماها وقتی حرفای خوب با خدا میزنیم خودمونیم، پس ما میتونیم از بدیهایی که مهمان روح ما هستن شکایت بکنیم، خودمونو حسابمونو از اون بدیها جدا بکنیم و ازشون شاکی بشیم. بریم در خونه خداوند متعال، از چی گله کنیم؟ از اون لحظه های بد، از هوس های بد. اول حساب خودمون از اونا جدا بکنیم، ما جز اونا نیستیم. ما هر موقع کنار گناه که قرار گرفتیم، از گناه ها به خدا پناه بردیم، خدایا این چه وضعی من دارم، منو نجات بده دیگه، چرا اینقدر هوس میاد تو دلم؟ لحظه ای که میتونی این حرفا رو به خدا بزنی اون لحظه رو غنیمت بشمر. من دیدم بعضی ها حساب خودشون رو از بدی ها جدا نمی کنن. میگه من اینجوریم. ببین
تو اینجوری نیستی. میگم آقا جون نیش نزن. میگه آقا ول کن من اینجوریم، من اصلا اینجوری خوشم میاد. ببین تو اینجوری خوشت نمیاد، حساب خودتو و ذات خودتو از بدیها جدا بکن. خدا هم میپسنده، یک رفتار بسیار منطقی هم هست، مقدمات نجات انسان هم فراهم میشه. پس ما بیایم سومین مورد شکایت چیه؟ شکایت از بدیهای خودمونه. چقدر جالبه، ما توی یه مناجات داریم، توی مناجات 15، مناجات 15 گانه، از مناجاتهای امام سجاد علیه السلام توی مفاتیح الجنان هست. میفرماید چی؟ مفاتیح الجنان مناجات 15، بله، یه دونه از مناجات هاش هست به نام مناجات شاکین، مناجات شکایت کننده ها، شاکی هم. الهی الیکه اشکو، خدایا من به تو شکایت میکنم، نفسن به سوء امارتن و الال خطیعت مبادرتن و به معاصی که مولعتن و لسخطی که متعرضتن. چقدر قشنگ دل آدم آهنگش میبره، لازم تونه معناش رو دقت کنه. خدایا من شکایت میکنم از نفسی که، ببین اون لحظات خوب خودتون رو قدر بدونید، وایسید از بدیها شکایت کنید. شما آدم بدی نیستی، شما آدم خوبی هستی. اون بدیها میان، وایسه کنار ازشون شکایت کن. اونا مستاجرای تو هن، ازشون شاکی باش، از مستاجرات. چقدر روحیه میده به آدم، آدم امکان شکایت از خودش داشته باشه، حساب خودش رو از خود بدش جدا کنه. خود بد تو خود عاریتیه، خود حقیقیت نیست. خدا روز قیامت خود حقیقی خوب آدم ها رو میذاره تو صحرای محشر باشون حرف میزنه. هیچکی اونجا به خدا حرف مزخرف نمیزنه، چون همه خود حقیقیشون هست. صدام و یزید هم خود حقیقیش میاد اونجا. خدا به یزیدم اونجا میگه انصاف بده، انصاف میده. انصاف بده، جهنم جادیست. میگه آره جهنم جامه، میره به جهنم. صدام نمیگه یزید روز قیامت لایت کلمون الا من عدن الله الرحمن و قال ثواب. برای میگه نه من معتقدم که آخه صدام میگن الان تو محاکمه برگشته گفته نه ما حقمون بوده با ایران به جنگیم و اینجور قرولندا میکنه. روز قیامت صدام اینو نمیگه، خود حقیقیشو خدا میاره. میگه خجالت نمی کشیم؟ میگه چرا میکشم؟ درست میشه؟ البته دیگه درست نمیشه، میره جهنم که درست بشه، کباب باید بشه. خیلی خودشو باید، خیلی خودشو خراب کرده. نذارید خراب بشید، فداتون بشم. اصلا استغفار یعنی باور این که من اون آدم خوبم، این بدیه گاهی اومده. ببین دستت کثیف میشه، اون کثیفی رو جرم رو دستت گرفته، بشورش. دست تو که مادرزادی اینجوری نبوده که بشوری میشه چقدر تمیزم میشه. بدی برای انسان اینه و استغفار اون شسته شوه. تو خوبی، روحت قشنگه، حتی ما ظاهر جسمیمون ممکنه قشنگ نباشه، ولی خواهش میکنم، تمنا میکنم، دیگه امروز به التماس افتادیم ما، بابا روحتون خیلی قشنگه. شما آدم ها میدونید روحتون چه قشنگه؟ نمیدونید. قش میکردید میمردید برای خودتون اگه میدونستید. خدا روح تو را آفرید، گفت فتبارک الله احسن الخالقین، باریک الله به من. جسم تو که نگفت که جسم ما اصلا هیچ که خوشش نمیاد. میره جلو آینه وای میسه، هیچ که خوشش نمیاد، هیچ که از صدای خودش خوشش نمیاد. نمیدونم ما که اینجوری هستیم خوشمون نمیاد. نوار سخنرانیمون رو جایی میذارم، من تو خدا اعصاب ما رو داغون نکن، خاموشش بکن. این وضعیتیست که هست. ولی خود روحانیت قشنگه ها، خوبه ها، قدرشو بدونیم. نمیخوام عجبه به خودت پیدا بکنی، غروره به خودت پیدا بکنی، ولی روحیه بگیر. به قدری که روحیه بگیری سرزنده بشی. حساب خود خوبتو از خود بدت جدا کن و تو وقتی میخوای بیستی، بیا تو اون قسمت خود خوبت بیست، جای تو اونجاست و هم میتونی شکایت کنی از اون خود بد.
الهی الیک اشکو نفسن، من از نفسی به تو شکایت میکنم، به سوء امارتن، خیلی امر میکنه به بدی، و الی خطیعت مبادرتن، به خطا خیلی مبادرت میکنه، خطا اهل بیت فداشون بشم الهی، قربون صدقه شون آدم باید بره، از خطا پیش خدا شکایت میکنه، من چرا باید خطا کنم؟ خطا گناه نیست، اشتباه میکنه و حواسش نیست خطایی میکنه، از خطا هم ناراحت میشن، و به معاصی که مولعتن و ولع داره به گناه، ولی سخطایی که متعرضتن، این نفس من اصلا حالیش نیست، دوزار شعور نداره، اصلا منش مهم نیست تو ناراحت بشی یا نشی، لسخت که متعرضه، برای ناراحت شدن تو ارزشی قائل نیست، متعرض ناراحتی تو میشه، راحت تو رو ناراحت میکنه. تسلک و بی مسالک المحالک، منو میبره توی راهی که به هلاکت میرسم، و تجعلونی عندک احون حالک، منو پیش تو خارترین هلاک شده قرار میده، این داره منو داغون میکنه، آبرو من داره میبره پیش تو، زایه هم داره میکنه. کثیرت العلل، مریضیاش زیاده، فویلت العمل، آرزوهای دنیایی پستش زیاده، ان مسح الشر تجزعه و ان مسح الخیر تمنعه، میالتن الی اللعب و اللهو، مملوتن بالغفلت و السهو، تسرع بی الی الحوبه. خواهش میکنم این مناجات شاکین رو بخونی، یک شکایتی داره امام سجاد از خودش. موضوع چهارم شکایت کنید، شکایت از خودت، از خودتون شکایت کنید، هر چی بیشتر از خودتون پیش خدا شکایت بکنید، خدا شما رو بیشتر حفظ میکنه، خدا قاضی خوبیه، نیرو انتظامی هم داره حسابی، میفرسته پدر اون بدیا رو در بیارن، بگو من نمیتونم، من که نمیتونم، باید درستش کنی، اذیت میکنه، همیشه میاد منو اذیت میکنه، این نفس من میاد نفس تو از قفسه سینت برمیداره میبره، دنیا اینه دیگه، تو دنیا شیطونهای اینجوری هستن، تو وجود خودت اذیت میکنن. خب موضوع چهارم شکایت کردن پیش خدا از کیه؟ از شیطانه. البته یه مناجات دیگه تو همین خمسه عشر هست که دیگه اون به صورت شکایت نیست، مناجاتی است که کسانی که به خدا پناه میبرن، این مناجات شاکین، مناجات خمسه عشر، دومین مناجات، مناجات شاکینه، چندمین مناجات، مناجات پناه برندگان به خداوند متعال از شیطان رجیم، اینو باید بعدن شما نگاه بکنید، در بحث استعاذه شما میبینید خدا تو قرآن میفرماید مؤمنین اونایی هستن که از شیطان به من پناه میبرن، از شیطان شکایت بکنید. حالا بریم یه قدم جلوتر نگاه بکنید، یه کمی دقیق بشید، البته 40 سال بیشتر تو نمیکشه، یه کمی وقت ممکنه ببره، خیلی مختصر، یه کمی دقیق بشید میبینید بعضی وقتا هوس‌های بد که تو دل شما میاد حرف شما نیست، شیطان داره میگه، بعضیا شیطان خودشونو میبینن، میبینن که دیگه این هوس بد نفسم نیست، آخه نفس آدم هوس بد میکنه، اصل خدا آدم نیست، هوای نفس مستأجره، گفتم، ولی بعضی از اوقات غیر از این هوای نفس یکی دیگه است، اون که شیطون نامرده، آه شیطون چیه، من رفتم کار بد کردم، شما داری حسابی قاط میزنی، قاط من نشد بزنی، شیطونه که با خودت قاطی کردی، مستأجره که با صابخونه قاطی کردی، یعنی که کاملا قاط زدی، حساب شیطان رو کاملا جدا کنید از خودتون، شیطان منو گمراهم میکنه، از شیطان هم پیش خداوند متعال شروع بکنید به شکایت کردن، این موارد متعدد تکمیل میشن، البته در ادعیه دیده شده از دشمن هم آدم به خداوند متعال خوب شکایت بکنه، دشمنی که اذیتت میکنه، از کسی که به تو حسادت میورزن، آقا اینایی که به شما حسادت میورزن شما باید خودتون جمع بکنید، شما باید بالاخره دنیاست دیگه،
حسادت یک اثری داره در زندگی انسان، شبیه اینه که با یکی با ماشینش، بولدوزر هم باشه ماشینش، محکم بیاد رو ماشین شما، او داغون کرد ماشینتون رو، باید برید به جای شکایت بکنید. حسادت هم اینه. خداوند متعال تو قرآن میفرماد از حسودا به من پناه ببر، داغونت میکنن، از بینت میبرن. نگیم آقا این حرفا چیه، نه درسته این حرفا. طرف میشینه حسادت میکنه، حالا با چشمش آدم رو از بین میبرن، اون که هیچی. بعضی وقتا حسادت در وجودش تبدیل میشه به مثلا کینه‌ای، به نفرتی، در اثر نفرتش به تو ضربه میزنه. دنیا محل آسیب خوردن، آدم باید از اعداء خودش، دشمنان خودش، حساد خودش به خداوند متعال پناه ببره. گاهی از اوقات غیر از پناه بردن میتونه از دست اونها شکایت هم بکنه. در دعای آخر دعای کمل و جاهای دیگه هم هست. خب من فهرستی از شکایت‌ها رو خدمت شما عزیزان عرض کردم. ماها آدمای ضعیفی هستیم، اینو باید باور کنیم. خدا دوست داره بنده خودش رو پیش خودش ضعیف ببینه. قبلنا یادتون باشه در این باره صحبت کردیم، اذا بلغت الحلقوم، شما که فوت نمی کنید انشالله، همیشه هستید، ولی من همیشه میخوام ضعف خودمو در نظر بگیرم، موقع مردن خودمو در نظر میگم، موقع مردن آدم چقدر ضعیفه، چقدر نالش ضعیفه، چقدر چهرش تکیده است، چقدر روش کم شده، داره میمیره دیگه، اصلا مردنی یه فوش خودش، مردنی این خواست خودش تبدیل شده به یه فوش. میگه از که داره میمیره، داره میمیره دیگه. حالا دیگه بگو چی هست، رنگش پریده، صداش فداتون بشم. ببینید من دارم چی بهتون میگم، من همیشه زنده نیستم اینا رو بگم، ما یه روزی میمیرم، بعد میگه دیگه نیستم اینا رو بهتون بگم. ببینید رفقا، بیاید یه جوری بریم با خدا مناجات بکنیم با صدای ضعیف، که اگه موقع مردن صدامون ضعیف شد، خداوند متعال صدا بزنه این تو زندگیش هم همین جوری صدای ضعیفش رو شنیده بوده. این نیست که الان صدای ضعیفش رو بشنوم با مرگ، با مردن. این بنده ها بنده های خوبی هم برای خدا. قبل از اینکه اذا بلغت الحلقوم بشه، بیاید اون صدا ضعیفه رو نشون بدیم به خدا. حاج آقا تو چرا رابطه ما رو با خدا اینقدر ضعیف قوی میکنی؟ بذار رابطه عاشقانه بشه. خب فدات بشم، آن روی سکه رابطه عاشقانه همینه دیگه. عشق عبد به مولا عشق ضعیف به قویه. تو نمیخوای بچشی همشو اصلا، مگه نمیخوای عشق به خدا رو بچشی؟ باید ضعیف بشی، خدا خوشش نمیاد. ببین خدا پا نمیده به کسی که ضعیف نباشه، را نمیده، حال نمیده به کسی که پیش او ضعیف نباشه. چقدر ضعیف باشیم کاملا منطقی تو اون زمینه‌ای که ضعیف هستی، نمیخواد بری الکی تعارف بکنی. این لوتی‌ها دیدی به هم میرسن، آقا چیک چیکتیم، نمیدون جوجتیم، آقا نمیدون چی، از خروس شروع کردن تا جوجه رسیدن و همین جیک جیک خروستیم، نمیدونم همینجوری هی میره پایین ادامه میده، چه کیفی هم میکنه. به خدا این لوتی های مشتی، ای خدا این چهار تا فیلمساز درستایی برسون توی مایه ها، حداقل اینا که راحت تره. یه لوتی مشتی که جوری هیچ کسی سرخم نمیکنه، در به در میگرده به یه کسی میگه نوکرتم. این نوکرتم حرمتی داره، این چیز داره، سرقفلی داره، این همینجوری نیست. تاریخ می نویسن فلانی فقط به فلانی گفت نوکرتم، این تاریخ می نویسن. چقدر لذت می بره اون انسان گردن کش که میاد تو بازار میگه نفس کش، یعنی نفس تو قطع می کنه، کسی پیش من نفس بکشه نفس رو می برم. یکی رو گیر بیاره بگه جوجتم. شما هم برید پیش خداوند متعال ضعیف بشید، لذتشو میبری. همیشه هم گردن کشی خوب نی.
یه جایی صداتون رو ضعیف کنید پیش خدا. شکایت کردن از دشمن آدم رو پیش خدا ضعیف میکنه. دشمنی که نفس اماره است، دشمنی که حادثه های بد تلخ معصیت باره، دشمنی که شیطانه، دشمنی که طبیعت این دنیاست. یه بنده خدایی نامزد کرده بود دیگه، وقتی که نامزد کرده بودی پیداش نمیشد دیگه، نزدیک عروسیش بود و اینا، هی دور بر ما میپلکید. گفتم چی شده تو دیگه کار نداری؟ کار نداری؟ یعنی همون کاری که داری چند ماه پیدا کرد. خب برو دیگه. گفت نه آج آقا، یه دو سه هفته ای گفتن دیگه طرف خونه عروس خانم پیدات نشه. خب راست میگه دیگه، میگه چند ماه شما حالا ماه مثلا عقد کنون بوده، آشنا بودید، رفت و آمد داشتید، حالا مثلا دو هفته بعد عروسی دیگه، نه اینجا دیگه وایسا پشت در که باقا چیزی هم باشه دیگه، که عروس توماد هم دیگه رو ببینن مثلا شب عروسی نگاه کنه، قش کنن، ضعف کنن اینا، چون همینجوری کسی قش و ضعف نمی کنه کسی، ما شیره مانه سر خودشون. حالا دقت بفرمایید، فلسفه اومدن ما تو این دنیا همون دو هفته هست. خدا ما رو پشت در تو این دنیا نگر داره، ما هی تقاضامند بشیم، تقاضامند بشیم، شاکی بشیم، شاکی بشیم. تازه خودش هم رسیدگی میکنه، تماس رو قطع نمیکنه. عروس خانوم با این آقا دوما تماس تلفنی رو قطع نمیکنه، ولی حضوری دیگه نیست. تا بریم اون دنیا حضوری بشه. تو این دنیا بشنو از نی، چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. البته یه جور دیگه هم من این بیت رو شنیدم، بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه، هر دو جورش نقل شده. ما تو این دنیا دنیای شکایته. شکایتمون پیش کی باید ببریم؟ پیش خدا. خدا هم صبر میکنه، شکایت های ما رو میشنوه، میرسونه به صورت معنوی به آدم. اما قشنگترین رسوندنش دیگه اون دنیاست. پیش خدا ضعف خودمون رو در برخورد با مشکلات نشون بدیم. اولیاء خدا ضعف خودشون رو در مشکلات معنوی به خداوند متعال نشون میدادن، ما هم این تبعیت رو انجام بدیم. این یک نکته. الهی و قد افنیت عمری فی شرت سهو انک، خدایا عمرمو در هرس در از دوری تو از دست دادن. داره شکایت میکنه از عمر گذشته خودش، از خودش در اون عمری که گذرانده. و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک، ببینید فی شرت سهو انک، سهو از خداوند متعال، غفلت از خداوند متعال، الکی الکی یه هرسی برای آدم ایجاد میکنه، یه هرس ایجاد میکنه. دوری از خدا چی نداره با؟ ببینید دوری از خدا مزه نداره با، مزهش هم خیلی بده، مثل آب شور دریا. مثالش رو اون دفعه هم زدم، آب شور دریا خوشمزه است، بله؟ پس چرا هی میخوری به بیشتر باید بخوری؟ از اول اصلا نخور. فکر نکنید دنیا خوشمزه است داره ما رو میبره با، با بدمزگیش در انسان هرس ایجاد میکنه. میتونید این حرف منو بپذیرید؟ آدمی که آب شور میخوره میدونید چجوری میشه؟ نمیدونید، نمیتونید بپذیرید. کاش میتونستید بپذیرید. یکم تصور تخیل خودتون قوی کنید. هی میخوره، یه ذره خنکای آب تو دهنش میاد دیگه، بالاخره اون بی اون که نیستش که، قلب سنگ نیست، آبه، یه کمی خنکاش میاد، بعد شوری اذیتش میکنه، میگه نه حالا این دفعه بخورم دیگه اونقدر شور نیست، اون خنکاش، یه ذره دیگه از اون خنکاش استفاده کنم، دوباره میخوره، میگه دوباره تشنه هم میشه، تشنهش هم هست، این ضربه هم زده، شوریش اذیت هم کرده، میگه حالا همون یه ذره خنکاش رو یه بار دیگه بی‌اعتنایی میکنم به شوریش. آقا هی برو که برو. اونم که دنبال دنیا میرن همینه، هی اذیت میشن، میگه این دفعه اذیت نمیشم، ببین این دفعه هم اذیت میشی. دنیا شیرین نیست، برگردید نگاه کنید، الکی بدون اینکه شیرین باشه آدمو غافل میکنه، آدمو حریص میکنه به خودش. هی آدم به خودش الکی الکی خوشخیالی میده، نه نه
ببینید دنیا یه ذره شیرینیه میونه هزار تا تلخی. آدمی که خیلی حریص اون یه ذره شیرینیه باشه، اون یه ذره شیرینیه میکشوندش بین میلیون‌ها تن تلخی. اگه دنیا شیرینی مطلق بود بهشت، آی خدای من نجاتم دادی، ممنونتم. بهشت خدا چه؟ ببینم هورول اینها تو بهشت قشنگتر از دنیا نیستن یا نه؟ آقا و خانوم فرق نمی کنه، آقا و خانوم ها تو بهشت قشنگتر از دنیا هستن یا نه؟ اینجا من بله با صدای بلند میخوام روحیه بگیرم، بله. غذای آخرت خوشمزه تر هستن یا نه؟ آبهایی که تو آخرت هست خوشمزه تر هستن یا نه؟ شرابای اون دنیایی مست کننده تر و شیرین تر هستن یا نه؟ پس چرا آدم از خدا غافل نمیشه؟ دم خودم گرما، گیر آوردم اون حرف، خدا رسوند واقعا. یه چیزی میخواستم یا نمیدونم چجوری بگم، چرا نمیشه؟ چرا تو بهشت هیچ وقت از خدا غافل نمیشی؟ چرا هرچی نعمت بهشت بیشتر میبری، بیشتر با خدا انس میگیری، برمیگردی یه چهار لپ میخوری دوباره خدا؟ اصلا خیلی قشنگه، چون این خاک بر سر دنیا میدونی مثل چی میمونه؟ یه مثال خیلی بد، مثل علفی که جلو گوسفنده گرفتن، هی بوش میخوره به مشام این گوسفنده، هی علفه هم نمیدن بخوره، هی میکشرش این به هوس اون بوه میره تا قتلگاه. دنیا فقط بوی خوشیه، خود خوشی نیست. خاک بر سرش برش کنم داری کنار، این علفه رو نمیخواد بخوری. دنیا فقط بوی خوشی ازش میاد، خود خوشی توش نیست دا. مگر اینکه تو دنیا با خدا صفا کنی، سر دنیا رو کلا بذاری. نصف شبا مؤمنین میرن در خونه خدا با خدا حال میکنن، بعد دنیا همجوری میمونه میبینه این که خیلی پره، که تو کجا لذت بردی اینقدر سرشاری؟ میگه ما یه جایی رفتیم که فقط نمیذاره آدم بو بکشیم، میذاره آدم بره تو بغلش، با خدا مناجات کردم. دنیا چرا انسان رو حریص میکنه؟ چون اصلا شیرین نیست. شما آب شیرین بخوری که هی نمیخوری، که میخورید آروم میشه دیگه. کل دنیا اینجوریه، همه دنیا با تلخی ها همراهه، به همین دلیل ما رو حریص به خودش میکنه و بعد حرص دوری از دنیا پدید میاد. حرص دوری از بابا به بعضی ها میگه مثلا شو نماز بخون انگار خنجر کرده تو گلوش، نمیخوام. آه نه نه خواب باشه، براحت باشه، درو خدا جور مادرت دل کن مارو. نخون نماز نخونی ها. بعضی اینجوری هست، یه وقت نباشه با اینا بد برخورد کنید، اینا موضع نگاهشون موضع قشنگی نیست. چرا دنیا در انسان آزمندی و حرص ایجاد میکنه در غفلت و دوری از خدا؟ چون دوری از خدا شیرین نیست. اگه شیرین بود خورده بودیمش تموم شده بود دیگه، حالا نشسته بودیم میگویم دنیا که شیرین بود خوردیم تموم شد، خدا بقیهش تو چقدر مزه داری. چون شیرین نیست هی آدمو میکشونه یه ذره ذره یه ذره، آدم میخواد درستش کنه، هی درستش بکنه، هیچ وقت درست نمیشه. دنیا اساسش رو باید از دل بیرون برد و نگاهتون رو به دنیا یک نگاهی بکنید، یه نگاه پست. درسته دنیا مثل کف کفش آدم میمونه، هیچ آدم محترمی تو هیچ مجلسی کف کفشش رو بر نمیداره به گردنش آویزون کنه، گاهی به صورتش بکشه، گاهی دست بکشه، اینجوری کنه. آهای کارا چی میکنه؟ کف پاتو کردن این کار نمیکنه که. دنیا اسمش روشه، دنیا یعنی چی؟ از پستیه دیگه، دناعت میاد. فیشرت صحو انکر، لذاست که از دنیا فاصله بگیرید. چرا پیامبر گرامی اسلام پرده قشنگ تو خونش آویزون نمی کرد؟
چه آخه هیچ پرده قشنگ نیست، میزنی یه ذره قشنگه بعد دنبال یه پرده دیگه دورو میکشونه، هی پرده قشنگ دار همجوری میبردت. اینا تعابیر بنده است، در بطن دنیا، در باطن دنیا موجوده. اگرم کسی اینها رو به کار نبرد آروم شد، گولشو نخورید. حاج آقا ما دیروز یه پرده خریدیم انداختیم، خیلی هم کیف کردیم، گفتیم اینم قشنگه، بسمون هم هست، خیالمون هم پرده راحت شد، رفتیم سراغ چیز دیگه. ببین گول دنیا رو نخور، کلیت دنیا این حقیقتو داره. پرده رو آویزون کردی؟ حاج آقا پسندیدیمش، اند پرده هاست دیگه، رفتیم آخرش رو خریدیم دیگه، آروم شدیم، آروم شدیم، دست از دنیا برداشتیم، گفتی خدای من حاضرم این دنیا برم، پرده رو آویزون کردم. نه حاج آقا، شاید این دنیا برم، پرده رو چه آویزون کردیم؟ که خوش بگذرونی. حالا میگذرونی؟ نه حالا باید یخچالم درست کنیم. حاجی بودو، بودو اینم به کجا میرسی؟ آخرش اون خوشی که باید بگذرونی نمیگذرونی، آخرش موقع مردن همه ناراضی هن بمیرن. این حرف یه مقدار تو باطن دنیا موجوده، باید دقت کنی تا کشفش کنی. تو بعضی از مثال‌ها یه دفعه خودشو نشون میده، ولی تو همه مثال‌ها نمیتونی اینو پیدا بکنی. اساس دنیا و حقیقت دنیا این زشتی رو داره، آدم ها حریص خودش میکنه، لذا بعضی هستن قید دنیا رو اساسی میزنن. حاج آقا پس پا هم پرده رو از خونمون بکنیم؟ نه، پرده رو به دلت راه نده، نخواه با پرده خونت کیف بکنی. حالا من با آقایون میگم، با خانوما که زورمون نمیرسه، با آقایون میگم پرده میخوای بخری؟ برو بگو خانم چی رو پرده این میخوای؟ باشه، شما اگه راضی هستی این پرده رو. اومدن گفتن امام حسین پشتی گذاشتی و پرده و خلاصه خیلی خونه نونواره، چجوریه؟ فرمود پولای خانومم بوده، خانومم خریده. ما اهل بیت با خانومم مهربونی، خواسته گفتم باشه شما بگی باشه. بعضی وقتا اهل بیت اون سخت وقتی تو مسئولیت نبودن سخت گیری نمی کردن به اطرافیانشون، درسته؟ حالا اون پس حالا آقایون فقط میتونن دست از دنیا بردارن عارف بشن، خانوم ها باید اهل دنیا باقی بمانند؟ نه، شما زود سخنی نکنید علیه بنده. خانومش هم حتما اگه رباب بوده، من میدونم چرا پرده رو گرفته، به خاطر شوهرش. ببین این به خاطر اون خونه رو آباد کنه، اون به خاطر این خونه رو آباد کنه، هیچ کدوم به خاطر خودشون خونه رو آباد نکنن. آدم میتونه تو دنیا خوبم زندگی بکنه، اما نه قش بکنه تو بغل دنیا. مثلا تو روایات ما رو قشنگ هست، میفرماد که کسی که پول داره باید خانوادش در راحتی باشن. یه کسی نداره خب هیچی، با هم تحمل میکنن. اما اگه پول داشتی خانوادت باید راحت باشن. یعنی نه اینکه ول خرجی بکن خودت راحت باش، خدا به مرد میگه تو باید به خاطر راحتی خانواده. حالا خانومه میره غذا درست میکنه، تو برای چه غذا رو خوشمزه درست میکنی؟ خوشمزه درست میکنیم بخوریم کیف کنیم. نه تو هم بگو من غذا رو خوشمزه درست کنم اینا کیف بکنن. یعنی ما برای این که دنیا به دیگران برسونیم خودمون هم طبیعتا متنعم خواهیم شد. ببین نداره کسی تو دنیا متنعم بشه، ولی آدم نباید قش بکنه، نباید دل بده به دنیا. اما بحث بعدی، بحث بعدی مستی دوری از خداست. قبلی هرس قفلت از خدا بود، هرس در قفلت از خدا، دومیش مستی در دوری از خداوند متعال. مستی دوری از خدا یعنی چی؟ ببین عزیز من، آدم وقتی که از خدا دور شد مست میشه. یعنی چی؟ آدم وقتی که از خدا دور شد عقلش کم میشه دیگه. دیگه عقل نداره که بفهمه چی خوبه چی بده. عقل داره؟ نور عقل از بین میره. نور عقل از بین رفت، و دیگه نمیفهمه که چقدر خدا دوره، چقدر بده که از خدا دوره، جایی که از جایی قشنگی نیست، و دیگه اینا نمیفهمه. حالا یه کسی از خدا دوره، تو میخوای بهش بفهمونی ببین تو جات بده، میگه چی؟ اون لطیفه هست که بهش گفتن که آقا، همون لطیفه تکراریه، سرتو نزد پایین آب بخور، عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت نه شما بخور.
همیشه خنده داره، من هر دفعه میگم میخندم ملت. خیلی جالبه. یه کسی از خدا دور شده. خب ببین تو حالت خوب نیست، حال چیه؟ راحت باش. راحت حال چیه بابا؟ تو الان از خدا دور شدی وضعت ناجوره. ناجور چیه؟ جور چیه؟ یه نمیشه هیچ کاری کرد. لذا مستی، دوری از خدا مستی میاره. یه کسی عرق خورده باشه، مست کرده باشه، تو عرق خورا هم نرفتیم بفهمیم که این صحبتمون رو چجوری انجام بدیم. یه کسی مست خورده باشه، عرق کرده باشه، این چجوری میشه؟ بله عمدنش رو باشد. این چجوری آدمی میشه؟ آیا خودش حالیشه که عرق خورده دیگه بره مست بشه؟ که حالیش نیست که، این تلو تلو میخوره، حرفای چرت و پرت میزنه. البا سب کنی الان که حالیش نمیشه که، باید یا مغزشو بکوبی به دیوار، یه ساعت آب یخ روش بریزی، باید یه کاری باید بکنی باش که از این مستی در بیاد بیرون. باید سب کنی. حکمتی دارد آن لنگ دنیا که میگویند شما رانندگی در حال مستی نباید انجام بدهید. خیلی عقل دارند ولی آنقدر عقل ندارن که بگویند در حال مستی زندگی نکنید. نمیگن در حال مستی رانندگی نکنید. و زندگی هم همینجور تو زندگیش میزنه به این و اون. زندگی مهم نیست برای اونا. میگن فقط رانندگی نکن، خیابونا رو به هم نریز، خودتو خراب کردی مهم نیست. اونا انسان براشون ارزش نداره. اسلام میگه که در حال زندگی کردن مست نباشید، اونا میگن در حال رانندگی کردن مست نباشید. فرق ما اونا اینه. ما میگیم تو خیابونای روحت هم تصادف میکنی، اون میگه که نه تو خیابونا، فقط خیابونا مهمه. واقعا براشون خیابونا مهمتر از روح آدم هاست. چرا یه کسی مست بشه آقا در رانندگی؟ نه بابا، کسی مست بشه دره رو یه دفعه پارکینگ میبینه، میره تو دره، اصلا معافه. البته اصطلاح مثلا مدرن لاتیش اینه که شوته تره. شوت به جای اینکه اپله ها بره پایین، میره تو شوتینگ میره پایین، مثلا راحت متوجه نمیشه. چرا؟ کسی که از خدا دور شد دیگه خیلی زیاد نمیفهمه. وقتی نفهمید میشه مست دیگه. آقا راحت شد قصه؟ خصوصا خصوصا جوان از خدا دور بشه یه مستی داره. یه وقت فکر نکنید این مستی منظورش اینه که یه کیفی داره. من دنیا همونیه که توضیح دادم. مستی کیف نداره که، فقط بیشوریشو امیرالمومنین منظورشه که آدم گرفتار میشه، نه اینکه مست بشه به معنای اینکه کیف کرده که مست شده، غرق لذت شده که مست شده. نه. چرا جوان اگر از خدا دور بشه دوری در جوانی مستی داره که میفرماید و ابلیت و شبابی فی سکرت تباعد عنك. یه جوونی پشت سر هم در دوری از خدا، چون جوون انرژی داره، اگر خودشو صرف هر چیزی بخواد بکنه با تمام وجود، با تمام انرژی صرف اون چیز خواهد کرد. وقتی با تمام انرژی خودش رو صرف اون چیز کرد، این دیگه برگشت. سرعت جوان بالاست. موسیقی های تون چرا جوان ها میپسندن؟ چون سرعتشون بالاست. جوان ها سرعتشون بالاست. وقتی سرعتش بالا بود به هر سمتی بره با سرعت میره، دوری از خدا رو با سرعت میره. وقتی با سرعت رفت اونجا هم متوجه نمیشه داره چی کار میکنه، تو چه وضعیتی هست، دیگه بازگشت نخواهد داشت. مواظب باشید از خدا دور نشید. چی کار کنیم؟ دو یه پیشنهاد تکراری به شما عرض کنم و عرضم رو تمام بکنم. اونم این استش که شما هر چند وقت یک بار، ببین این پیشنهاد میلیونی قیمتشه، با پیشنهادهای عادی دیگه فرق میکنه. معمولا اینجوری پیشنهاد نمی کنن، ولی این پیشنهاد رو تحویل بگیرید. معمولا هر چند وقت یک بار برنامه استغفار برای خودتون بگذارید در خونه خدا. مثلا صبح جمعه، صبح پنجشنبه، عصر جمعه، شب جمعه،
یه برنامه بذارید. به حال مناجات خودتون هم فکر نکنید. اصلا نگاه نکن به حال خودت. حالو میخوای چیکار؟ برو تو اتاق، تو حال نباش. بشین در خونه خداوند متعال، بگو من خیلی آدم بدی هستم. ادا در بیار، شکلک در بیار. با فکر کار بکن. نمیخواد عمیق باشه. مؤدبانه حرف بزن، یعنی ادب بکن. همسایت میگی سلام علیکم، حال شما خوبه؟ صبح از خونه در اومدی بیرون همسر میبینی چطوری؟ قربون شما، بفرمایید. خواهش میکنم، همش دروغه. همسایه بیان یه عجب آدم نامردیه، بفرما زنی من شد اومد مزاحم شد. یه الکی دی ادا در میاری؟ میخوای بیا در خونه خداوند متعال، بگو نکنه من دور از خدا شده باشم، الان مستم نمیفهمم. همینجوری بشین در خونه خدا استغفار کن، بگو خدا غلط کردم. خندت میگیره، چی غلط کردی؟ فعلا معلوم میزنی چی غلط کردی بزنی. ولی غلط کردیم، هم که نمیفهمیم غلط کردیم، خودش معلومه که مستیم داریم تلو تلو میخوریم. خدا فعلا غلط کردیم، ما رو ببخش. چی غلط کردی؟ الکی که نمیشه که. شروع کن، شما ادامه بده، شما ادامه بده، کم کم گرم میشی، کم کم از مستی در میای بیرون. پیشنهاد بنده رو تحویل گرفتی؟ آقا اگر خوب باشه این پیشنهاد بپذیرید که این پیشنهاد خوبه، یه هدیه بهتون میدم. بابا منتظر نباش احساس گناه بکنی. آدم مست که احساس گناه نمیکنه که. منتظر نباش دلت برا خدا تنگ بشه با خدا مناجات بکنی. آدم حریص دنیا که میگه یه ذره دیگه، بلکه این دفعه خوب بشه، بلکه این دفعه خوب بشه، این دفعه کیف 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 که نکردیم که، این دفعه ببینیم کیف 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 میکنیم، همیشه میره میره میره. این آدم که احساس دوری از خدا نمیکنه که، دلش که تنگ نمیشه. این سال یه بار دلش برای خدا تنگ میشه، نامرد. پیشنهاد چیه؟ دلت برای خدا تنگ نشده، برو در خونه خدا. احساس گناه نکرده، برو گو غلط کردم، استغفار بکن، بزن مستی در میای بیرون. آه بنده دارم یه مناجات اجباری رو پیشنهاد میکنم برای اینکه از حال بد در بیایم بیرون. انشالله هر موقع حال دعا داشتم میرم انشالله دعا میخونم. ببین تو اگه حال دعا داشت باشی که آدم خوبی هستی، باید بری دعا بخونی، چون حال دعا نداری. دعای اجباری پیشنهاد خوبی هست یا نه؟ بفهمید بله پیشنهاد خوبه، درسته؟ خداوند متعال فداش بشم هدیه. خداوند متعال نماز به همین دلیل اجباری 5 بار در روز واجب کرده. این چه قشنگ بود. خداوند متعال برای همین نماز رو اجباری کرده. میری سر نماز فقط یه ذره با توجه بگو خدایا میخوایم نماز بخونیم، فعلا اجالتاً همینجوری غلط کردیم، استغفرالله ربی بعدو، ما که فعلا مستیم، حالیت نمیشه که، حالیت نمیشه گناه کردی که، حالیت نمیشه جات بده که، شاکی نیستی از چیزی که مست، که از چیزی شاکی نیست. یه مست گیر بیاد یه دونه بزن تو گوشش، بعد میگم چطوری خوبی؟ اصلا چیکار باید بکنی؟ میگن یه مستی سر راه از آیت الله العظما مرعشی نجفی رو گرفت، دید روحانی شرکت اذیت کردن. آیا مرعشی میخواست فرار کنه از دستش؟ این داستان رو توی قم نمیشه قشنگ گفت، چون اون مسته هست، الان نمیدونم هست یا فوت کرده، ولی خیلی از قومی ها دیگه میشناختن، از عرق‌خورای حرفه‌ای قوم و لاتولوتای آنچنانی. سر را حاج آقا رو گرفت و شروع که با حاج آقا در واقع بازی کردن. مسته دیگه، نمیفهمی که چیکار داره میکنه. حاج آقا میگه که من خیلی ترسیدم، آدم در برم اینا به هیکلی بگو کجا نمیشه بریم، باید یه روزه برامو بخونی، روزه خون. بگو حاج آقا مرجع تحلیل، روزش کجا بود؟ نه باید یه روزه برای ما بخونی. میگه من بهونه کردم، گفتم آخه نمیشه، اینجا جمعیت نیست، من جمعیت باید روزه بخونم. مست گفت جمعیت من خودم کلی برات گریه میکنم، روزه بخون دلمون گرفته. میگه من گفتم من بهونه های کنم، من منبر ندارم، من باید منبر داشته باشم، روزه خون منبر میخواد. میگه ما رو توی کوچه تنها گیر انداخته بود، و منبر میخواه، یه گشتی زدید واقعا منبر نیست اونجا، خم شد نشست که همینجا بشین بخون. اومدم برم احبار رو کشید، گفتم همینجا بشین بخون، هیچی، من مجبور شدیم بشین.
مست که چیزی نمیفهمه. البته آخر این داستان قشنگه، بعدم بهتون میگم. پس شما اجباری برید در خونه خدا استغفار کنید. به طرف گفتن تو مردی، گفتن من زنده ام، گفتن من داغی نمیفهمی، کم کم متوجه میشی. کسی که تو دنیاست که متوجه نمیشه. جون من، خدا کار خوبی کرد اجباری ما رو آورد به مناجات در خونه خودش. گفتیم خدا حال نداریم روزی 5 مرتبه، گفت باشه، تو الان بلا آدم نیستی که حال داشته باشی. اجباری برید خودتون رو به پناه مناجات اجباری خدا بسپرید. خیلی مناجات اجباری قشنگه. امیرالمومنین میفرماید امیدوار کننده ترین آیه در قرآن همون آیه‌ای که خدا فرمود روزی 5 بار اجباری باید در خونه من. چرا؟ هر موقع احساس نیاز کردم میام. شنیدید خیلی ها میگن آقا هر موقع احساس نیاز کردیم میریم. آقا با بنده خدا اومده پیغمبر تا الان مستیه، احساس نیاز نمیفهمی که مست که چیز نمیفهمه، چون دوری از خدا مستی میاره، بیشعوری میاره بر آدم، آدم شوت میشه. خدا انشالله ما رو با همین نمازاش هوشیار بکنه. رفتید سر نمازا قر بزنید سر خدا، خوبه؟ ما مناجات نمیخوام دیگه، ما چقدر کوتاه بیایم. خدا اومدیم دیگه، حال مال میخوای بدی بده دیگه، ما که نداریم. الله اکبر. خوبه قر بزنید سر خدا. ببین آخر نماز چی میشی؟ همین مقدار توجه هم اثر میگذاره. بگو خدایا من دنبال اینم که لذت مناجات از تو ببرم، اما این لذت مناجاتی که از تو میخوام ببرم نمیبرم، زوری اومدم، زوری گفتی بیا زوری اومدم، لذت بده دیگه. الله اکبر بخون تا آخر نماز ببین چی میشه. بعد از نماز حالتون رو با قبل از نماز ببینید فرق میکنه. دو تا رکعت دیگه بخونید بهتر میشید. آدم باید خودشو به زور از مستی در بیاره. برم سراغ اون داستان. آقای استاد مرشی میفرماد که من نشستم واقعا دل من نگر داشته دیگه، باید روزه بخونم. گفتم منم یک روزهی برات بخونم، یک پدری از روزگارت در بیارم. نشستم اونجا یک روزه از تبلفظ براش خوندم. متوجه شدم داره عشق میریزه، شونهاش داره تکون میخوره. کم کم بلند شدم از کنار شونهش، نشستم همجوری من روزه میخوندم این عشق میریخ، من روزه میخوندم این عشق میریخ. با همون عشق ریختنش برای روزه بنی هاشم از مستی اومد بیرون. برا همیشه یکی از مریدای دائمی و تو نماز جماعت ها همیشه صفحه اول آیه مرشی همین آدم بود. یه دونه روزه از تبلفظ اما مستی آوردش بیرون. چی باید ما رو از مستی بیاره بیرون؟ دو تا چیز. یکی نماز زوری هم هست، یکی دیگه از زوری نیست. اون چیه؟ اون کشیده‌ای که به بچه های حسین میزدن و برقش آدم رو از مستی بیدار نکنه، در نیاره. دیگه هیچی آدم هم مستی بیرون نمیاره. اون شمشیری که میزدن به فرق عموی بچه های حسین ابوالفضل العباس، اون بدنهایی که شرحه میشد با شمشیر، اونها آدم از مستی در نیاره. هیچی آدم هم مستی در نمیاره. یا این ور نماز یا اون ور روزه. ببخشید ما خیلی قدیمی هستیم، حادثه خیلی بزرگه، مصیبت اهل بیت عجیبه. هر چند وقت یه بار برید یه جایی براتون روزه بخونن. آخ آدم باید دور اون خونه هایی بگرده که برای خودشون روزه میذارن، خونه توش روزه میذارن. بنده خیلی جاها میرم روزه، اشک مردم، آه مردم میبینم. خب خیلی جاها موجب رونق به خودمونم نیست، لیاقتش هم نداریم، رونق محافل. ولی به قرآن قسم وقتایی که نمیتونم خونه خودم روزه بگذارم، ما احساس میکنم هیچی تو عالم ندارم، عالم مستعجری، عالم چی، آدم نمیتونه روزه بذاره. اونایی که دارن یه روزه بذارن تو خونه شون، 4 نفر دعوت کنن،
همه هم دنبال مراسمن. من نمیدونم چرا. یه نفر صدا بزن، حالا خود روزه خونه حرفه ای باشه، میتونی بخونه، به صندلی بذاری، فک و فامیل دور هم نشستی، دو تا همسایه هم دعوت کن، یه چایی بده. دو تا 5 دقیقه همش طول میکشه. خب اصل روزه، یه مقدمه مؤخری گپی میزه براشون بدید. نیم ساعت. یکی بیاد بشینه بگه السلام علیک یا ابا عبدالله. یه دفعه وقت خودتون رو خالی کنید. تو خانه صدای یا حسین بلند بشه. گریه هم نمیخواد کسی بکنه. آقا ما گریه همون نمیاد روزه بذاریم خونم. گریه نمیخواد. همین که آدم ناراحت بشه، غمگین بشه برای حسین، این آدم هم مستی در میاره. مست لایعقل عرق خورده رو بیدارش کرد روز اول فجر لباس. به خدا نمیدونید معجزه میکنه. میدونید هر چی برید جلو بیشتر میبینید. حضرت امام میفرمود من با روزه زندم. حضرت امام که اونم آدم حسابی بود، با روزه نباشه من میمیرم. آدم ما از مستی بیرون میاره. اون شعر زیبای حسان، آیه حسان شاعر اهل بیت، پیر شده دیگه الان، خدا خیرش بده. ما با این شعر از کودکی خیلی صفا کردیم. گفت مست بودم سخن عشق تو هوشیارم کرد. یک زمان سر به هوا بودم و از دل غافل، تا کمند غم عشق تو گرفتارم کرد. این که آدم در خونه اهل بیت بره خیلی قشنگتر هوشیاری پیدا میکنه، این رو فراموش نکنید. هر چند وقت یک بار تنظیم روحی بفرمایید خودتون رو با روزه اهل بیت. وقت تنظیم روحی که شدی، خودت استغفار هم میکنی، خودت کارهای خوبم انجام میدی، کارهای بد رو هم ترک میکنی. بعدش اینه که آدم تو عالم مستی نمیتونه. خب اجازه بدید من هم یه جمله روزه از ابوالفضل عباس بخونم. تو کربلا آقا ابوالفضل عباس علیه السلام خیلی موقعیت رفیعی داشت. ببینید خدا وقتی که کربلا رو دار بلا قرار داده، مصیبت میخواد به دوستانش بده، اینجوری میشه. اینقدر لشکر حسین به ابوالفضل تکیه داشت، اینقدر بچه های حسین به ابوالفضل تکیه داشتن، که تنها شهیدی که از اهل بیت به میدان رفت و برنگشت بدون خداحافظی رفت، ابوالفضل عباس بود. علی اکبر میخواست بره، همه اومدن دورش رو گرفتن. به حدی طول کشید خداحافظی علی اکبر که امام حسین اومد صدا زد اکبرم بسه، بچه ها بسه، بذارید اکبر بره. قاسم خداحافظی کرد، برادرهای ابوالفضل همه خداحافظی کردن، اما ابوالفضل جور نشد خداحافظی بکنه، یعنی رفت برای آوردن آب و جور نشد. من فکر میکنم اگه میخواست عباس خداحافظی بکنه، مگه خداحافظیشو کسی طاقت میامد؟ بعضی از اخبار انقدر سهمگین هستن، اگه بخوان به آدم خورده خورده این خبر رو بدن، آدم نابود میشه. ببینه که عباس داره میره، ببینه عباس داره میره، کی طاقت میاره؟ اگر حسینم خداحافظی کردن باهاش راحت، چون دیگه میدونستن حسین رفتنی، حسین بدون عباس رو میکشن. بلکه عباس نبود دیگه همه چیز رو از دست دادن. بذار یه جور دیگه خبر داده بشه به بچه ها، بدون خداحافظی باشه. خداحافظی یه بار زجر کش نکنه، یه بار خبر شهادت عباس. تازه میخواد خبر بده. چجوری میخواد خبر بده حسین؟ میگن اومد، بچه ها اومدن جلو حسین صدا زدن عین امیال عباس، عمومون عباس کجاست؟ انقدر نگران بودن بچه ها. با بچه ها دخالتی ندارن تو جنگ. عین امیال عباس، عموم عباس کجاست؟ میگن حسین مهربان، حسین رعوف، خوش اخلاق، با ادب جواب نداد، رفت تو خیمه عباس، عمود خیمه عباس رو کشید. تلویحی به بچه ها بگه. بچه ها بعضی از ذاکران اهل بیت حرف قشنگی میزنن، میگن که حالا نمیدونم زبان حال بیشتر، ولی زبان حال خیلی قشنگی. میگن که وقتی عصر عاشورا، غروب عاشورا، بچه ها دور از زینب جمع شده بودن، بعضی ها آروم میپرسیدن عمه جان زینب عمو رفته بر نگشته ببینه وضع ما چی شده؟ باور نمی کنن عمو رفت و دیگه بر نگشت. آیا واقعا عمو رفته به شهادت رسیده؟
خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت ما رو از مستی دوری از خودت با مهر اهل بیت بیرون بیار. خدایا ما رو از مستی دوری از خودت با مرگ و بلا و بدبختی و عذاب بیرون نیار. ما رو با مهر و عطوفت خودت، با مهربانی خودت از مستی خارج بفرما. خدایا ما رو مست لذت مناجات خودت قرار بده. خدایا ما رو مست محبت و عطوفت خودت قرار بده. خدایا ما رو عزیز دل آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. در این غروب روز پنجشنبه همه گناهان ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدایا زیارت عتبات عالیات، کربلای معلا، نجف اشرف، مدینه منوره به همه ما عنایت بفرما. طواف خانه خودت به ما روزی عنایت بفرما. طواف خانه خودت با امام زمان علیه السلام به ما روزی عنایت بفرما. نماز قشنگ و خوب و دلچسب به ما توفیق عنایت بفرما. در فرج آقامون تعجیل بفرما. مقام معظم رهبری معید و محفوظ و منصور بدار. صلوات خط بفرما.